سلام بی تربیتی خراب واقعا میشه هر کی قبلش میزدی دوباره بزنی یانا احساس می کنم نه نه ادیت کنه خب این بند خدا اینطوری به من سیزرو گفت میخواین مثلا کلمات فاکو که استفاده میکنیم بوق بذارم گفتن اون یعنی کلش میشینه میبینه آره بابا بنده خدا مرسی تو یعنی چی خب معلومه فکری کردی ما این آدما دارن از اون شرفشون پول در میارن فکر همه سمان بی هم چه خودت چه خبر؟ خودت مهربون سهن باش. سهن <laughs> خوبی؟ اون نوشتن. رو آره اگه بشینی بنویسی شلاق اون زنی <laughs> بخواد. کسایی که نمیدونن قضیه چیه اگه بزنه قبلیو گوش بدن متوجه میشن 30 متوجه 308. میشن که باید بشینن فرد فرد بنویسن. رو دیوار چی تابلو دم دستشون میاد. میشه ما چیکار کنیم خب؟ شو بی خیال میشیم رد میشیم میره دیگه. Just let it go. چیه؟ توضیح بدی که چرا نیومدی اهدای خون کنی این هفته آره من روز فکر کنم دوشنبه بود سه شنبه بود که بود خیلی حالت بدی داشتم شبش مریض بودم آره مصموم شده بودی آره دیگه مسئول نه آره اومدم حالت هم توضیح بدم بعد دیدم که شاید خیلی بده خیلی با جزئیات نگیم آره آره سبز و زرد دیگه دیگه زرده که شما چیزه برای یه ذره یه مسئولیتی بود که داستانش دیگه نیمانه بهتای خون بدم ولی شما مثل اینکه یه نیار عرال بدل برده بودین و جای من جا زدید نمونجا نواشی خیلی آره ما نواشیم هستن و اینکه خیلی سوال کرده بودن که این شخص کیست امیر از دوستانمونه که میاد گروهی با, با هم خونه این چوره درست اینه که بده از دوستان بیننده اینه که بده آره. و من خیلی این سری حالم بد شد چرا اصلا نمیدونم معلومه چه شد گود افتاده آره از احساس میکنم هم داری <applause> این قرمزی دور چشم؟ بعد رفتم دیدی که تو وبسایتش تو اکانتت که میری مینویسه چند دقیقه اهتای خون کردی تایمت چقدر بلید مثلا سری پیش من من هفت دقیقه بوده این سری دو برابر بود نمیدونم چرا ما دیگه اونقدر خون نداشتی دیگه فشار خونت پایین بوده آره شما برید چه کنید دارم من نه دقیقه نه الان زیاده خیلی تو هفت میگه هفت داده تو هفت بوده من سری پیش هفت بوده رکورد من پر بذاریم او بستگی آره راست می بستگی یه لحظه فشار خود داره این میگه تو دی تو هر روز اپوینتمنت داری ها شیشه اپری ا نه 8 رقم داشته دونیشن بعد این کارون اینا با این پرستار اونجا شروع کرده بودن فرهاد و کارون و امیر <applause> مسخره بازی چیکار میکردین؟ بعد نمیدونم همه اونجا داشتن می‌خندیدن فرهاد مسخره داشتی میکردی چرا نمیدونم دیگه من آه. که خودم میفهمیدم و خانومه الان <تص> میگیم چرا بذم من اینو پیدا کنم آره <تص> من پیدا کنم چی می‌خوام دونر میگم دونر صد سو اگه بری آره هموگلوبین آره نوشته که دونر تایم چقدر این پایین پایین 13 دقیقه تو چرا بودی؟ من 15 دقیقه دو دقیقه ده دقیقه خیلی آخه به فشار رو مورد. نمیدونم چرا آره منم یه دفعه اینطوری شده بودم منم یه دفعه حالا قبلا که حالا بد شده بود دیدم که به مراتب پایین تر بود از بقیه <تصفح> <تصفح> من 6 شیش دقیقه هم داشتم باریکر <تصفح> خون رو دادی اومدی یه... حجم ثابته یا آره 250 سی سی من بعد یا 400 سی سی. آره چون قبل اینکه این آره. که 400 سی سی قبل اینکه بریم فشار خونه میگیرن و درصد هیموگلوبین خونت هم آره. چک میکنن من این ما سری پایین تر بودم برای من پایین تر بود آره کنم زمستون تا بستون من ما. پیشنام میکنم که سلیف. اینایی که الان شما فهمیدین و بنویسی <تصفح> 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 او زیر 140 پایین <تصفح> حساب میشه آره نرمال 140 تا 180 که ما نورمال بودیم من دفعه قبلی خیلی بد گذرد نمیخواستم بیام این دفعه این کلا هر چیز گرفت نوبت گرفته بودین <applause> ولی این دفعه از اولین شخصی که دیدم تا آخرین شخص عین بچه مثلا مستاصل گفتم خانم تو رو خدا آروم واقعا بهشون میگفتی میگفتم خب می به زبان می آوردی یعنی بابا اون همه اصلا دیگه بابا زرد کرده بود این اومد سوزن بزنه آقا اونور بود خب رو مام گفت نگاه نکن رو مام کردم من هم نگاه نمی کنم این این من دوست ندارم من همیشه باید ببینمش نه من دوست ندارم ببینم آه. کارون فرزاد دیدنش نه من دوست ندارم ببینم خیلی حالی میده بدتر نیست نبینی مثلا آره, نبینی نمیدونی که مثلا عربه داره میکنه دست تو نه میدونی دیگه من اصلا نمیدونی موقعی که رفتو نگاه میکنم ولی دیگه در حین فرو نمیتونم من خیلی باحاله نه من از حفظه بعد <تصح> از چیه؟ از حفظ بعد آروم واسه من سوزن رو فرو کرد آخری هم که میخواست بیا در بیاره سوزن رو <تصح> <آه> خب که راحته نه دیگه اون بود که ضربه من, من فر... دفعه پیش اون بود دیگه این شلاخ کشید بیرون بعد واسه که گفتم زنه اونم خندید ولی یه جوری در آورد اصلا نفهمیدم بعد دیگه اینقدر بلنداشی داشتی میگفت یه خانم اونور بود ما داشتیم اینو مسخره میگه من همین و خانم اون ور بود گفت آره منم شنیدم اونم داشت میخندید گفت خیلی سنسیتیو نسبت به این قضیه نه خیلی, خیلی میخندیدن به فرهاد یه یه خانم جو مثبت بلند بود فکر کنم موهاش هم اینجوری بسته بود اون ما رو میخواست بزنه آره بعد سه میزنم چرا میبرم بیرون میزنمتون نمیدونم یه ذره اگریسیو من از یه تئوری دارم فرهاد گفتم نه بعد از خیلی اگریسیو از اینا بود که تکیه کلامش لاوه به همین مثلا آخه آخه بعد این, آه پسره بغل من که نشسته بود با هم باش با هم صحبت میکردم پسره گفت من 35 سالمه بعد خود خانومم هم اونقدر سن نداشت کنم مثلا چل اینا چهل چل خورده بود زیاد مسن نبود بعد به اینم گفت لاو گفتم بابا دیگه شما که تاو سنتون کمه دیگه برای به نگو لاو نه خوب اش, ولی لاو لاوه. اش ولی عجیبه ولی احساس کردن که تو این جور جاها خیلی بیشتر خیلی کمتر سیبیل هست بیشتر با اونو ان کارکنا یا اونه که اهدا میکنه کارمندا آره آره یعنی احساس میکنم نمیدونم تو تجربه خیلی بالتره آره من تمام تجربه اینطوری که بیشتر بانو بودن تمام اونجا می می <laughs> رو میگردوندن اگه سیبیل بوده سیبیل مستصلی بوده نمیدونه صدا چی کار میکرده کلا ساز گوی یه یه سایه یه جعبه رو جابجا میکرده درست میگم چی چه, چه دل میخندی ابزرویشن تو داری میگی دید جوری که دیدی داری میگی درسته خب آره دیگه نمیدونم چرا احتمالا یه در روانشناسی داره این اینا دارن نرسمون میکنن پاسور مردم زیاده فکر نمیکنم آره بیشتره ولی احساس که خی... بعد کارشون هم بردن واقعا بعضیاشون یعنی یه جوری در کمال احترام یه دفعه ما رو کردم بیرون کیو کردم بیرون <تصفح> یه دفعه رفتیم از یکی خون نگرفتن چبا سپر بودیم ما دو بار کلا رفتیم نشری و سپر بودیم ازش خون نگرفتم من با کمال احترام کردنش بیرون چرا گفتم یه مشکلی داری از تو از ایران اومده بودی فکر آها، کنم آها من آره آره آه. من از ایران اومده بیرون او نکردن گفتم گفت آره. تو شش ماه گذشته موقع رفته بودم ایران اونم اشتباه بوده. آره گفتن آره. مالاریا بوده ایران و اینا ولی مسخره بود یه سری سوالات خیلی عجیبی میپرسن. خیلی سوالات دقیقی یه ذره این نیست سوالاشون او این لغت رو حذف کنی خب دارم همون کنسای کالچر خودت میگم دیگه اینا نه مثلا فردی این آقا شخصی شده نه نه میخوام بدونم اون شخصی که مثلا هم جنس نمیتونه خون بده دیگه اینو خب میدونن حزم دارن آقای ترودو یکی از قولایی که داده بود همینه برای این دور دوم نخست وزیری تا یه پیش حالا آره سوال اینه که با مرد رابطه داشتید یا نه هم. اگه مردید آره بعد ظاهرا حالا این چیزی که هست نگرانی که دارن این که چون اگه مرد با مرد رابطه داشته باشه احتمال انتقال اون مریضی بیشتره چای و اینا اینا مواظب ترند داستان اینه عاشق اون سوال هم که میگه که 1970 فرانسه بودی آره <applause> میگم آره, آره. یعنی بعد س... خیلی پرسه بدی داره واقعا سوال پرسیدنه یعنی بعد نسبت به دیتا تو یه سری چیزا حذف بشه دیگه مثلا وقتی این فرصه قاعدتا من <applause> که مردم خیلی کمه در سالش که اتفاق قرار افتاده باشه و با اگه افتاده باشه نمیدونم البته اپل ایموجی مرده حامله رو میدونم نمیدونم رو زدی ببین دوباره برمیگردیم به همون قضیه ای که آدم پلیتیکال کرکنس تو هم دیدی اوکی او او سو اوکی پس او من توهم نزدم اوکی 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 آره اون او میتونه بحث چیزی باشه یه لحظه تو سیمو کشیدی سی اون یه میدان مغناطیسی ایجاد میکنه آجی اتفاق میافتاد بعد تو دقیقا داشتی همون موقع اصلا من دیس میکردی اونا میگفتی فلان بعد من نگاه میکردم بعد این داشت میشه من گفتی کم میخوابی بعد اون پرسه اون لحظه نمیدونی بر من چی گذشت تو نمیدونی اون لحظه بر من چی بعد به این میزدم میگفتم میبینی بعد گفت نه اون موقع هیچ اتفاق نمیافتاد اون صفحه بعد نه چیزی بینم. جالب شد جالب شد فهمیدی مال چیه جالب, <applause> جالب. ای جالب. این آخر این خوندادم سم... یه اتفاق بحالتری افتاد حالا بحالتر که نه آخرش دیگه <applause> دفعه پیش شما اینقدر درد و اینا کشیدم اومدم بیرون <applause> زیاد اصلا نه <applause> درد داشتی نه چیپس رو نه آب میوه هیچی نه فقط یه بیسکویت بعد این دفعه من با دو تا آب میوه اومدم بیرون به آره اصالت <سؤال> میگم من کینه داشتم این دفعه یه آقای بودن که والنتیر بودن داوطلب بودن اون قسمت چیپس و ماستا داشتن مدیریت میکردن من خیلی ایشون فرکانسشون رو گرفتم و رفتم باشون صحبت کردن ایشون سرباز جنگ جهانی دوم بودن یعنی جنگ جهانی دوم دیده بود واه. خیلی عجیب سیویل بود خیلی مستقل بود آقا مستقل بودن؟ نه نه خیلی آدم موجه ولی خب معلوم بود که ایشون یه ما حساب کردیم 95 به بالا آره. مسیر طولانی رو و طی کرده بعد من بهش گفتم گفتم من دفعه پیش زیاد از این رفرشمنت ها همه گفت کیک و ساندیس ها بر نداشتم میشه الان یکی از دور دازد برو میشه الان بردارم گفت ببین این همه استک این همه باکسه از هر کدوم هر چی میخوای وردا ببر فقط این داستان فقط یه شله آب آب سیب و شما بیرو این ردبولایی که زدین از اونجا خیلی باحال بود یه خاطر این میتونم یه چیز خیلی این بود برای تو اینستاگرام بود یارو داشت کال اف دیوتی بازی میکرد بعد اولش نوشته نوشته بودش که گراندپا لیوینگ هیز میموریز ری لیوینگ هیز میموریز آها توی تو که دست داد دست با بزرگش با بزرگش هر چی بیگون ها بود و اینطوری داشت میگوش از خوشحالیت که داره آدم میکشه و اینا آره این یا گفتی یارو پیر بود و اینا یاد این افتادم گفتم چیز خیلی دارکه دارک خیلی دارک, دارک بود آره این اینم جدیدا خیلی مود شد و دارک آره چیزیه مثلا نه با حاله. با اگنالج بکنی دارکه با حاله هستیق بکنی آره تستیق. بچه هایی ببین کسی که هشت فصل ما بوده دیگه, دیگه ما رو میدونه برای خودتون میگم آخه وسطی رو تیگه جامعه جهانی داریم زندگی چه شهری داریم زندگی میکنیم که اینترنشناله اصله آره این اصل. خیلی گفته بودن شخصی گفته بود دوست دوست, دوست, دوست کامنت خوند جدی چی گفته بودن شخص پنجم چرا چون تو فریم کجا تو فریم منو کارون تو اپیزود قبل بود 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 مثلا خیلی نزدیک آها نزدیک, بود. نزدیک چیز بود آره آها از گام میذاشم جلو میذارم روی قرار ایمان یکی از اینا واسه ما بگیره نفری تیتانیوم تمام تلاش سالی یه دونه میتونم براتون بگیرم دیگه حالا اگه خواستیم بگیرید چهار سال دیگه بعد آره دیگه به نفر چهارم برسید شما نفر آخر میگیرید یه سوال رو بگو چون ویدیوی کومان رو دیدم دیشب اسید خوردی؟ آره اسید؟ آره اسید سیتریک من چیزش چند بود میدونی؟ چی؟ پهاشش نه ولی برای پهاش ادجاستمنت بود الان پیداش میکنم برد میارم من از قلیایی دارن تو آکواریوم م... ماهی نباید نباید نب... نب... بریزن شما <applause> صحبت <applause> <applause> کنم من گفتم اینو نمیخورم ای هیچ صحبتی نکنیم تا وقتی میادم چون سمم بو که... بعد بو... کجا مثلا حالا میخواد بیاره خوردمون بده <applause> چرا اسید با بخورید جزو یه ویدیو تو خاک <applause> میریزه <فودره>؟ شورت ترش <applause> اه... ترین چیزی که خوردی چی بوده ترش این آره دیگه اسید سوراخ میکنه مدرا چقدر چیزش ببینیم؟ حالا آره خیلی ها نوشته بودن بزرستان. که این همون جوالیمو آره جوشی شیرین جوالیمو آره. جوهل با مدارس می دیگه ما میگن رو لواشک میزدیم می خورد نمیدونم آره. من نخوردم رو آره. می آوردیم میریختیم رو زبون می خوردیم بچه بودیم تو این سن آره. بخوری می میری آره ولی نمیشه بعد فیزیز یعنی آره, آره برای همه همام... چی به کار میره همام... برای, برای پیاشت جاسمت داریم فلیورینگ داریم برای حمام هم میتونیم باش بکنید آره خیلی نمک می‌ریزن ولی واقعا بعد سافت بعد بود, آه. بود. آه... بعد که خب ترش بود دیگه تو خیلی تو سن احتمالا خیلی تو سن سی بشینی بخوری احتمالا ولی کروش راه نمایی یه چیز بودی. داد آه. یه بار کروش بهت سرکه چی آه. بود اون بدترین بود آه. اون که ترش اون... نبود اون بدترین ببین خب من سرکه خورده بودم یه رفته سر قضیه ای کروش اومد مثلا منو مجازات کنم من سرکه داد بعد من سرکه رو که شات سرکه رو که خوردم سرکه برای کلینینگ بود یعنی واقعا بر خیلی استرانگ خوراکی بود. نبود خوراکی نبود کلا آره و من حدود یه ماهی گلوم درد میکرد نمیم یادتون میاد سرام عوض شده بود و خیلی درد. من هر شب چیز میخوردم حالا بگم میدونم میمش در میاد میرم ویدیوش در میارن یه شربتی هست به نام چهار تخمه ما هر شب میخوردیم که این گلو رو صاف میکنه سینه ملتهبه تو بخوابونه آره چهار تخمه می بیا بعد آقا بریم سر اپیزودمون بریم بریم یک دو سه با انرژی شروع کرد آره سیری خواهیم باید دو شنبه های ویدیو بدم افتاتون با انرژی شروع سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من بچه ها نشستن سلام 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 جونم براتون میگه برای کسی که نمیشناسن میخواین معرفی کنم کارون و فرهاد و فرزاد منم که ایمانم دیگه حالا اگه که بار اولتون دارین میشنوین خوش اومدین اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونیه دیگه اصلا حدشو گذروندیم جونم براتون میگه که اپیزود 308 ماست ما دوباره با اپیزود جدید نو نو بخش سیستم نو ماست با دور به با اپیزود جدید چیزی که اوایل اول فصل هفته پیش صحبت کردیم که میخوایم تغییر بدیم اینه که یکی از اپیزودا رو میخوایم سعی کنیم خیلی سرگرم کننده سرگرم کننده مسخره و مزخرف و اینا باشه بی هدف و برای سرگرمی باشه بیشتر و برای اون اگه یه دونه کرسی داشته باشی دور کرسی نشسته باشید اصطلاح اگه تو مثلا ماشین اصلا. نشستی اون سر سرسه سر سر میخوای بگی بخندی شاید هم یه سری چیز هم ممکنه یک درصد هم میزید قول آره ممکنه قول نمیدیم برای یادگیری نیا اینجا برای سرگرمی بیا واقعیتش این خیلی مستثنه نمیدونم <applause> بعد برای همین یه دونه گیم به نام های جی یا های گی نمیدونم اینو دیدم <applause> که راست بخواین توی اپیزود سپه خلصه دم داشتم بازی میکردن جالب بود گرفتم گفتم که شاید به درد ما بخوره یه کارت <applause> که بذار من به دوربین شماره یک نشون بدم البته دوربین شما یکی چیه نمیگیره بخاطری که خیلی سفیده خیلی تو دوربین ما بدی؟ نشون بدی آره شما تو دوربین نشون بده آره این پشتش سه تا یه لغت دره. دینیش یا سکندینویانه به معنی for enjoying the good things in life اه. آره برای ما لذت, لذت بردن از چیزهای خوب در زندگی این سواله که میتونه بعضیش عمیق باشه بعضیش میتونه مزخرف باشه میخوایم که با بچه بازی کنیم ببینیم که چه خبره جوابا رو بدیم و شما میتونید جواباتون رو به ما با ما به اشتراک بذارید روی تمام فضای مجازی که پلتفرمی که هستیم چیزی که چه خبر هفته چیزی دارید اضافه بکنم چون در مورد تصادفت بگی بله حالا بخور نذیر آره یه تصادف خیلی مسخره داشتم توی اپیزود اومده این کار رو بکنه آره اپیزود خودشین کار رو صاف بشینی بینویسی داره برای من از نه چیز میخواد. بگو حالا به دلیل مسائل امنیتی حقوقی و امنیتی نمیشه واقعا الان گفت تصادف خاصی نیست اصلا هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد یه دو تا ماشین به هم زدن ولی نه الان نمیتونم بگم ولی چیزیش که مثلا مسخره... دولتی زدی <تصفح> 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 نه نه چیزیش که مسخره است اینه که من این ماشین جدید که گرفتم بیمش با بیمه بیمه, بیمه که عمومی میگیرن یکم فرق داره یعنی یه قسمت بیمه با بیمه به قول دولتی گرفتم یه قسمتشو با بیمه خصوصی شخص ثالث با عمومی دو دلار ارزون تر نه بگم با چند دلار ارزون تر 860 دلار ارزون تر سالیانه دلیل داشت نه شما از آره نه از همه چی کریو نیست اه آره بعد حالا پروسش اینطوری بود قبلا که تصادف میکردیم به یه جا زنگ میزدیم به همه بیمه یه مرکزی دولت ICBC اسمش دیگه اونا صرف تا صد کار رو دست میگرفتن همه, همه کار رو انجام میدادن این حالا یه بار باید بیای به این آی اعلام بکنی کل داستانو یه, یه, یه،, دور دیگه هم به بیمه چیزه بیمه خصوصیه بعد بیمه خصوصیه دو نفر رو میفرسته تو دو روز مختلف که بیان ماشین حضوری ببینن خطکش بذارن عکس بگیرن ببینن که واقعا این تصادف واقعی بوده ساختگی نبوده باشه چقدر عمق خسارت هست و اینا بعد اینا میرن این دو نفر با هم نتایجشون رو تطبیق میدن و مشورت میکنن و اینا یه یک ماه بعد به شما میگن که مقصر بودی نبودی اینا اون یک ماه ولی در این بین میتونی ببری ماش... ما. می... میتونی در این بین ببری ماشین رو تعمیر بکنی ولی بعد اون دیداکتیبل اون عدد اون هزینه شخص دا. سالست با یکی دیگه بود آره. درجا میدم درجا بعد اینو داره حالا مسئله که هست حالا ایمانم اینو خیلی خوب و دقیق میدونه اینه که هیچی هیچ جا نیست یعنی همه هم و نه این درده این, درد این, از درده از این درده مشترکه هیچی هیچی از پارت های ماشین اگر که کلان... بخوای بگیری آه... کلا وجود نداره مشکل اخیر کرونا اینا هست. اه... به خاطر اون ببخش میذارم حرفتو ولی این گفتم هیچی هیچ نیست هیچی هیچ نه به خاطر هم مشکلات کرونا هم به خاطر مشکلات تولید هم به خاطر مثلا یه سیل و که مدت اومده بود یه جاده ای که خیلی اتفاقات توش میافتاده رو مثلا خیلی جنس جا جا شده رو شسته برده هم ریلای هم. مدت مثلا یه سریاشون کار نمیکنن و اینا واقعا هیچی هیچ نیست یعنی من الان مثلا ماشینم و از, و از 28 اکتبر من تصادفم 28 اکتبر بود منم در تصادفم میگم از 28 اکتبر گذاشتم تعمیر الان تازه من گفتن که برای دو تا پارتش ممکنه تا آخر فوریه هم مجبور شیم صبر بکنیم و معلوم نیست امیدواریم که بیاد تو دیگه همین ماشینه بردار این که به دادم آره حالا خوبیش اینه که سخته موقعی که ماشینی گرفتم که عجیبی روش میندازم ام. یعنی چون بنزینم کم مصرف می‌کنه میندازمش کف جاده شبا هم میرم دو ساعت می‌کنم چیزه نیست. واقعا هیچ چی نیست الان هیچ جا در ادامه او... اونا که گفتی الان هم راهند کامیونا رو به اتصاب هنگی این هم هستی یه مشکلات کرونا هم... جدیده من دوسته تا آیتم رو دیدم که به خاطر اونا چیز شده آره الان قرار بود باید. که یک این دوتا پارت دوشنبه هفته گذشته بیان و گفتم به خاطر همین دلایل هیچ کدوم از تراک اون کوریری که ما باشون کار میکنیم کار نمیکنن و گفتم خب دادش این وقت اینا کار نمیکنن تکلیف چیه گفت صبر خیلی قانع کننده بود یعنی گفت صبر من که خفه شدم واقعا یعنی مشت مکم بود بر دهان استکبار و ساکت شد منم صافکاری تو دارم میرم آره حالا من یه چیز جالب می‌خوام بگم من میخوام برم به یارو بگم داشت یه پکیج دیل به ما بده چون من دو نفر دیگر هم بردم دو تا دو نفر دیگه هم توی همین مدت هم, تاشین ماشین خودمون هم ماشینی که از دوستان تصادف کرده چهار تا ماشین رو بگم یه پکیج بده بله به ما دیگه بله, بله از سفارش شدی نه قرشو بریم بیرون با خوشحالی نیش از که غذا میاد پشت در مثلا چون گوشید نبود گفتم یاد نیام نگران آره ببین سر این اپیزود دلhorش دلhorش چیه شم. سر شم. قضا قضا نیاز فیزیکی آره منم حالا تو بیمت تموم شد گفتی مشکل تو دیگه تا اینجا شد دیگه گفتم یالا آپدیت اومد میگم برم. منم حالا داشه همین همین اپیزودو داشتی میگفتی بعضی صحبت میکنم میگن لاف دیگه آره توی پری آره اپیزودو آره داشتی میگفتی من حالا روزی که تصادف کرده بودم اول که بمونه است که تصادف خیلی بود ماشین کامل داغون شده بود بعد شرایط روحی مناسبی هم کلا نداشتم اون روز بعد بارون شدیدی هم داشت اومد و اینا من زنگ زده بودم به بعد ماشین ماشین می با جرثقیل می بردن یعنی تو اینا درایوبل نبود موقع بعد زنگ زده بودم به خود اودی به خاطر اینکه حالا یه سری ماشینا رو بگیری بهت یه دونه چیز میده یه دونه پکیج میده که رود سایل اسیستنس مثلا پریمیومه مثلا خفنشه که اگه مشکلی داشته باشی میان کمکت میکنن زنگ زدم و اینا بعدش میگم که آر... مثلا فکر کنم الان ساعت اه... مثلا سه و مثلا 45 دقیقه بعد از ظهر ولی زنگ زدم و اینا بهش میگم که آره من تصادف کردم و نیاز دارم و اینا بعد با این با یه لحظه معلوم بود که برای کار برای آمریکا یعنی لهجه مثلا تگزاسی آمریکا شدید غلیظ و گفت چی میگفت میگفتش که the help is on the way okay. بعد ببین این اوکیه رو میکشید این انگاری یه خنجر از سه جا به من وارد میکردن ببین این مثلا یه چلقه ای هم هیداش از من مثلا can you give me the win okay. مثلا I hope you're okay همینطوری اوکی ها رو میگفت ببین اذیت بودم میخواستم خود بعد فکر کنم مثلا چه لقه با من صحبت کرده وین نامبری گرفته محل این مثلا چه جوری تصرف اتفاق افتاده رو گرفت چیه نه نه وین درستشه این تاش نامبره حالا بابا گیر بس کار از من چیه چیزی که نامبر وی کی آره وین شو مثلا وینو گرفته محل ایمپکت رو گرفته که کسی اینجر شده رو گرفته چه شماره لایسنس اون شخص مقابلی که من باهاش تصادف کردم میخواست دیتا پیس داشته باشه نمیدونم بابا آخرش اینطوری میکنه آره, آره میگه که اولین تراکی که میتونیم بر بفرستیم چهار ساعت دیگه است یا من اینجا یه پا وایسم چهار ساعت دیگه میگه آره ما به حال چیزامون محدودن این پریمیوم هایی که از این محدودن و الان همشون سر کارن نسیمو احساس <تصفيق> 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 بعد نفروش نگی نمیتونی چهار سب خب 400 اینجا یه کنار گفت نه تو میتونی ماشینو بزاری ماشین بذاری بری خانم ماشین وسط چهار راز چی بذاری بری من نمیذونم اینو همینجا بذارم دو... تا الان سه بار دیگه داشتن تصادف میکردن با من به خاطر که وسط چهار دید و مناسب با اینا نره خلاصه دوباره زنگ زدم به یه دونه تو کمپانی دیگه با هم... با این دوباره مثلا این مشکلات رو برطرف کردم و اینا اومدم مثلا در از 20 ماشین رو پس پریمیوم شما سرویس پریمیوم, که نگرفتم هیچی یارو خنجرم به ما زد یعنی آکی میگفت آکی خیلی بد بود خیلی عجیب بود بعد الان همینه دیگه پارتو اینا اصلا برای هیچ ماشینی نیست بنز کافی چیزم نیست در کارمند هم نیست که بخواین اینا رو درست بکنن یعنی وسط حالا همه این چیزها ماشین من یه یه سری مشکلات کازمتیک داشت که مثلا چون در و اینا رو باید عوض میکردن و اینا یه سری مشکلات مکانیکال داشت که باید حل میشد برای مشکلات کازمتیکش خب نیاز به پارتو پارتوشینا اومده بود ولی کسی نبود کار بکنه میگفتش که کسایی که کارمندامون نیستن چی نیستن بودش آره به خاطر کووید و اینا مثلا خیلی کم میان سر کار میگفتش یعنی چی مثلا باید چیکار کنیم ما گفت صبر هی hey من اینا هی به من تو دعوت صبر آره صبر میشم خلاص خیلی اذیتم توی این موقع. یه خاطر دیگه هم بگم از تصادف uh, هفته پیش uh, یا دو هفته پیش بود پدرم تصادف کردن با ماشین بعد uh, سنگ زده به این همین آی سی بی سی جایی که برای بیمه است این به بیمه گفتن که اتفاق افتاده و اینا یه ارو قاطی کرده گفته رو شما گوانه ها شما رو سوریلی هست گفته گوانه ها سوریلی دارید و نمیتونید رانندگی بکنید و اینا از الان بیمه شما باطله تا اطلاع سانوی بهتون خبر بدیم بعد خب این با اینا هم ترسیدن یه وقتی زنگ میزنی تو کار دیگه همچین ریسپانسیبت میدید مطمئنی که یه کار خلافی کردی ولی خود نمیدونی چه کار خلافی کردی خواست استفاده نکردم ماشین و اینا تا بهشون زنگ زدن گفتن که چیزه باید بری پیش اسپیشیال اینوستیگیتور و بری پیشه, بری پیشه بازرس بازرس ویژه آره خواست با ما رو کشوند و فلان و اینا باش صحبت کردم بعد برگشته به اون گفته که آره شما میتونی رانندگی بکنی شیش ماه از زمان ورده میتونی رانندگی بکنی ولی بهت پیشنهاد میکنم که بری یه دونه گواهی درست بگیری من گفته نادرست نیست این گواهینامه که من دارم و طبق قوانین من میتونم رانندگی کنم باشد. یعنی خب اونجا چون چپ و راست چیزه فرق داره یعنی فرق نداره دیگه چه جوری بیمه قبول میکنه بیمه قبول میکنه, میکنه. گواهینامه بین المللی قبول میکنه تو تا 6 ماه میتونی به عنوان ویزیتور چیز کنی و بهش گفته که آره باید بری گواهینامه کانادایی حالا از بدیه گرفتن گواهینامه کانادایی چیه که تو رزیدنت اینجا میشی و برای مثلا مالیات و اینا اون موقع بعد مثلا اینجا مالیات بدی بعد خیلی کامپلیکیشن های مختلف داره اینا و با باید من مثلا یه سری سوال دیگه داشته از اونجا که اومده بیرون زنگ زده به آی سی بی سی یورو بهش اینطوری این گفته گفت ببین من به پیشنهاد میکنم که گوانما سوریتو نگه دار شیش ماهت که تمام شد برو آمریکا یه بنزین بزن برگرد این دوبار رینیو میشه شیش ماه گفتش که کسایی هستن که چندین سال دارن تو اینجا زندگی میکنن همینطوری این کارو میکنن برو بنزین تو بزن برگشت شیش ماه رینیو میشه پای چیز دیگه اگه میخوای برای کمپانسیون کار بکنی همین ادامه بده اینو اون گفت رفتیم یه جا یارود اون ام... که ما میگفت این پراپر نیست این یکی که داره به ما تیپ میده که چجوری اون یارو رو بپیچینیم دمش کرد لوپ آره خلاصه یه سری لوپ هول اینطوری هم وجود داره در کانادا که میتونید شما با گواهی نامه خارجی اونجا رانندگی بکنید بیمشن. و یه خوبی هم داره به خاطر پوینت ها اپلای نمیشه دیگه همین دیگه میتونی آره یعنی میتونی فقط با پولشو بدی <laughs> <laughs> پولشو <laughs> میدی بریم سر این گیمه ببینیم چه جوری دی... زده بودیم دیگه شو یعنی تو چیزی میخواستی بگی فرضا چیزی میخوای حالا بعدا میگیم نه بگو نه 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 بازی میگیم بعدا میگیم میخوای بعدا بگیم پس چی شد اینا یه سری کارته که نه اگه تونستین گرافیکش رو بعدا درستش کن یه سری کارت که یه سری سوال روشه ما میتونیم به صورت رندوم برداریم و این سوالا رو جواب بدیم من اینا رو یه بره همطوری فله ای زدم کار میخوای تو اولیشو برداری بله بیا اصلا هر کدوم میخواد تو کازینو کار میکردی قمارباز بودم خیلی جدی از هم بهتره میتونی میتونی اگه دیدیم دوتاش خوبه بپرسی چیه بگو اون که خیلی انسنسیتیف بود خیلی مزخفه خیلی بده بسوزونیم چی بود که حالا بد بود فیورت چریتی چیه واقعا چیه اصلا چریتی من نمیدونم آها این بد نیست با 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 میکسی بلاش قشنگه بگو برامون چی قند تو دلت آب میکنه یه ویژگی بانوان که یا حتی آقایون که تو رو قرمز میکنه رو برام بگو آه داریم. از من میپرسی من قرار می آره آره از شما حالا تو که بذار ببینیم فرات جان شما اگه درست پرس همه همون میتونیم جواب بدیم یکی اگه لاتاری ببری به بقیه میگی یا سیکرت نگرش داشت از اسفرا دیپورتیدم چون بغی کیان همه اطرافیانت سیکرت نگاشونش معنوس سیکرت نگام بذارم واقعا ولی خب بقیه رو دیفاین نکردیم دیگه تعریف نکردیم دو مثلا به من میگی بله میشم خب بس بقیه نه من به شما هم نمیگم نه لحظه ای که میخوای بری تا نیه مکن... نه نه شما که اگه میتونستین میرفتین پول یک دیگر میدازین شما این کار حالا نیستی ولی میترسم که رابطه ها عوض شه یعنی مدل رابطه ها عوض شه یا... یا من فکر کنم داره عوض میشه چون من به خودم اطمینان ندارم اینم قشنگه یعنی من احساس میکنم حالا من توی طول زندگیم کسایی داشتم که خب اطرافیانم پول خیلی زیادی داشتن و من میدیدم که اینا بعضی موقع توهم میزنن که مثلا کسایی که باشونن به خاطر پولشونه ولی واقعا اینطوری نبود من میترسم که خودم عوض بشم تا اینکه بقیه عوض بشم, بشم بیشتر من همین انایی من برای پولت اینجا حاضری این من خدا بیارزه با بزرگ من همیشه اینطوری میکرم حساب بانکی اون عوض کنیم نواموستن عوض میکنم من حاضرم هر چی تو من رو با هر چی تو کیفت عوض همین الان من شما گفتم من من میگفتم واقعا میگفت سخت میشه برام چون اینستاگرام هم میذاشتی میخوام اینستاگرام هم میذاشتی اینستاگرام بذار از ماها کسی از تو اینستاگرام بذاره آره از ما چهار نفر شیشو میگی بردم همینجوریش تو اینستاگرام ما عکس معمولی نمیذاریم چی نه من اینستاگرام که نمیذاشتم مثلا شامپین و اینو پاپ میکنیم چرا ما واسه جوهر شبیه شده. دم سال رفتنش آره. به آره. همه اینا فکر کرده لاتری شمپین نه ولی این, این, این دیدگاهی که ایمان داد جالب بود که چی که که اینکه امکان ام. ام داره خودت چیز بشی آره خود توهم میزنی نسبت ولی خیلی از این آدمایی که لاتری میبرن زندگیشون بد میشه یعنی چون اصلا طرف پول رو از دست میدن طرف اصلا اینوست کنه نوره اصلا رفت کلنه یه جوری تاریک شدیم نوره که... شیک خوبی شد خیلی من روشنم هم اینجوری سمایی یه چوقی که اینسنسیتیف بگم خب بگو بعدی رو میخوایی داره اون بازم با حال یا نه یه بد نیست میگه خود حاجی نه جواب بده خودشم تو خود من میگفتم میگفتی خود یاره نه تو اینستاگرام اینا که نه همینجوریش هم چیزی نمیدونم ولی اصلا اولین پرچسی که میکردی چی بود این من هزاره بدهی دارم اونا رو میدادم نه پرچس نه دار. نه چیزی که چیزی که الان نمیخری چون که تو ذهنت اینه که خب من الان توانایی مالیشو ندارم ولی شاید هم مهمم یعنی نسیسیتی زندگی هم نیست چی من چیز میکردم من اینجا خونه میگرفتم مادر پدر ها می آوردم اینجا زندگی آشنگو نه خب اون اون چیز دیگه اون جزه جز... کار کار اوتریجست اصلا نمی کردی کار مثلا غیر منطقی باش نمی کردی سرسره مثلا نه یه ماشین مثلا بم نمیگرفتی بذاری تو مثلا یه آر نمیگرفتی بذاری اون زیر آر که حالا اونجوری ماشین چیز چون تو دوست داری آر. دار آر آره عمد عمد دیگر 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 دو من در واقع ماشین های دیگه تو من نمیدونم فانتزیاتو با من به اشتراک نمیذاری فقط من یه کاتگوری از فانتزیاتو میدونم کاتگوری دیگه رو من نگو آره کار گفتن آر که اونقدر گرون نیست آره یه چیزی چیز میکنه فقط تو پرچس عجیبی نداری فکر نمیکنم تو چی من ماشین میخرم اسب ام. تو چی؟ من شاید یه سفر خیلی خفن برم دیگه با فرس کلاس و همه اینا خب دیگه اونم استوری نمیذاری؟ نه اون استوری بابا اون پرواز بابا تو پرواز که موقعی میذاری. که دوچمر میزنی داره این میره پایین خدا کلیم اون استوری داره شامپاین دیگه. بومرنگ کنی اینا باید استوری چیز باشه دایرکت نباشه بلی... من میدونی به چی فکر کردم وقتی بولاتاری بردم چجوری جاب رو کنم چی گفت؟ گفتم وقتی لاتاری بردم بردی؟ چرا جواب با کویت کنی؟ ببین به قرآن میرم وسط شب چون آدم این نیستم که اون کارو بکنم یه فیلم رو یه فیلم هست یا رو اینطوری کویت میکنه بقید عددش اشتباه نه 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 این واقعیه مثلا آنها شاید الان خوبه بگم تو جالبای بی... یه آقایی تو آمریکا لاتاری دو. که میبره همون عددایی بوده که توی اون فورچن کوکیه بوده هم... نه بابا فکر میکنم یه رسم چینیه نه اون کوکی ها مم. چون رستوران چینی که رفتم از اون آسیایی اه... آره،, آره آره شاید کل کشورهای آسیایی داشته باشن ولی یه سری شکلات ماننده که توش خالیه و بیسکویت های بیسکویت آره و خورم. توش یه کاغذه مثلا اصولا یه یه پیامی داره مثلا میگه که نمیدونم خوشحال تر باش نمیدونم هر یه سریاش مثلا یه عدده توش. عدد توش و عدد, هم داره استفاده کرده رفته باش لاتاری خریده و برده 4 میلیون دلار بعد انرژی با اینو وجود نداره تو جوابتو ندی که چی من من یه استودیو ب... بوم برای خودم درست می‌کنم ببین از این بیشتر نه, نه. او یه, یه سدیو سوله کامرشال سخف بلند بعد میدم این لاین استیک <تصفح> و اینا بیان صدا <تصفح> <تصفح> صدا و نور و دوربین و اینا رو درست کنن بمب یه ماشین هم, که ماشین هم اینا میره تو میز بوم میگه تو منکور هم که لاین استیک تو منکور آره 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 اونهاش نه نه اونها پلاشیش اونها نه ایدیش ولی خب آه دیدیش. <تصفح> <تصفح> ها دیدیش ها یکی گفت اینه بود که نمیدونم چیه ولی خب اوکی با بریم عدی اینطوری بحث رو میگردونن از یه سوال معمولی میکشونیش به چیزهایی متفاوت آه, آه توی من اینم میسوزونم چون ن... یا میخوایی همینو ببین شاید سوالش خوب باشه نگیری جلوشو یعنی مهم نیست خیلی این آقا میخواد از کارت صدا کنه سوال خود <applause> سوال بعد چه تاریک شد میخواید پردا رو باز کنیم آها مرسی از اول الان دیگه آفتاب شروع کرده پشتشو شبیه ما کدم خون که میدی بعضی وقته یعنی این توپا بهت میدن که توی اون مچ اون دستی بگیری توی کف دستت آره بگیری باش که بازی کنی آره نه نه گردش خون رو بهتر میکنه اینا بعد به من یه دونه از اینا داده بود به فراد نداده بودن بعد فراد گفت میشه منم از اینا بدی من نه هفته اومد یه دونه از این توپا به فراد داد فراد با دست راستش داشت خون میداد توپو گرفت دست چپش <applause> شما برای استرسه نه میخواد این نه من این دستم بیهست شده بود خوب. به هر دلیل حالا که کاری ندارم و اصلا دیگه یادم رفته بود که این دستو دارم داشتم به اون, <تصفيق> اون <تصفيق> نه نمیدونم واقعا شاید شاید به خاطر استرس هم هست چون که از این اه... اصلا شاید داری خون میدی از یا شاید برایشون سخت <applause> باشه این فکر برای گردش خون بیشتر میکنه خون سریعتر بیاد ولی فراد دست این هم اگه بعده به سوزون خیلی داری اینا رو عجیب میخونی خیلی سوال های لیمیه یه دونه رو بپرسه من برای درستش What do you do differently from most people? یه کاری که متفاوت تر از بقیه انجام نسبت بقیه متفاوت انجام میدی چیه <applause> نسبت به ماها چون ما باید جواب بدیم در مورد تو چی ج... ما باید در مورد فرها جواب بدیم خب یه <applause> جواب بدیم من اصلا همین من قانون کلی این بازی هنوز نفهمیدم نمیدونم این سوال یه سری سواله که میتونیم جواب بدیم همین خب من الان از تو ایمان میپرسم man... من هم در مورد تو من مثلا بهتره که چون تو خودت از سخت باشه برای خودت جواب بدی سوالو هر کس آره بر من که خیلی شنونده بدون قضاوتی هستی دیگه اگر که بخوای جون بابا بس اینجا <applause> سر میدون که این شنونده بی قضاوت <applause> was there anything that you were exceptionally good at when you were younger <applause> میگه وقتی که خیلی بچه بودی چیزی بود که خیلی توش خوب باشی من که مشکلات هم که تو هیچی خیلی خوب نیستم این اذیتم میکنه مثلا بعضی هستن تو ویدیو گیم خیلی خوبن بعضی هستن هم تو ریاضی خیلی خوبن همیشه خیلی اوریج بودم یا یا رو به پایین خوب نیست دیگه من توی دو سرعت آه. خیلی خوب بودم واقعا سر... سرعتی بودی یه اون موقع بسکت بازی میکردیم یه کاری انجام میداد سویساید اینجوری با هم میرفتی خطه بسکت رو میزدیم میومدی اینا ما همیشه با اختلاف توی اون اول میشه هنوزم سرعتت خوبه یعنی حالا الان که الان ولی بد نیست دیدی دیگه فوتبال اون بنده خدا رو یادم نمیاد نمیخوای بری ببینی این نه فوتبال بازی یادت نمیاد نه زیاد اونطوری به چش خریدار به نگاه نکردم یه چیز در مورد دویدن بگم دیروز کنار خونمون یه رودخونه مانند هست رودخونه است دیگه مانند نداره بعد من کنارش میدوام <تصفح> <تصفح> با... یه... یه فاصله خوبیه که مثلا من همیشه میتونم مینیموم چهار کیلومتر اونجا بودم بعد اون فضا هم برای کسایی که سگ دارن با سگاشون میان اصولا را میرن و اینا خیلی باحاله خیلی سگ اونجا هست و من دیروز که میدویدم یه جو شد یه سگه اومد کنارم فکر کنم جرمن شپردم بود بعد شروع کرد با من یه حالتی کردن. نه بی حالتی دویدن <تصفح> بغل من اینجوری بعد من یه نگاهش کردم با سگه نمیدونم چه چه حسی با هم رد و بدل کردیم انگاری که بهش گفتم بیا با هم مسابقه بدیم اینجوری شروع کردم تورن تر دویدم. اونم گرفت فاز منو شو بعد خب سگ تو خودین میخواد به من هم سگ هم. آره من میدونستم به هر حال سگ که بخواد بدوه به خصوص این سگ خیلی تون میدوه من تمام همین یه دونه تیپا زدم بعد من <تصفح> یه مایه گذاشتم که از سگ صاحبش هم روبرون بود دیگه از سگش نوازیم خیلی تون دویدم یعنی فکر کنم تون ترین بار بود که دویده بودم خلاصه من از سگ بردم یعنی <seeing> من زودتر رسیدم به صاحبش جواب این سوالی تو چی خیلی خوبی توی نه بعد برد از سگ پنج قدم که رفتم اون بر بردم نزدیک بود بیفتم انقدر که مایه گذاشته بودم و اون موقع متوجه شده بود خون دادی حالت بد شد اصلا صحبت عوض شد ها نه فقط حالم بعد شد دیگه نه تمام شد بعد از بعد سگ مسابقه داد گفتم نسبت به بارای قبل حالش بعد آره. نه گفت بلید دید. تایمش بیشتر بود و گفت آ بعدش هم گفت یه ذره حالت بد شده اون تیکی حال بعدیشو نگا نداد کلا مثلا قبلش هم تا اومد این چون خیلی طول کشید دیگه مثلا منم افتادم به یه دلیل افتادم آخر همتون بعد مثلا اون موقع تو رسیدی اصلا همون لحظه انرژی نداشتم با طرف زنم داشتم چجوری رو با کلا میگم قبل اینکه برم هم نمیدونم چرا من باید میگم بگو نه اینجور میشوند 17 تا کاغذ رو نوکرم. نه یکی که عجیب ترین چیزی که خوردین چیه خیلی برام من برای من, من کارنت الان بازه. شیر شطور عجیب ترینه می میفروشن تو ایران نه گوشت شطور من دیدم گوشت شیرش دیگه تو چی؟ من هم گفتم بال کوسه فور فری تو چی؟ من اون دورانی که خیلی جوش می زدم و نگران جوش بودم و اینا که بره و اینها رفتم یه داروخونه چینی و یه کاسه به من خس و خاشاک و واقعا یه سریش خاک بود شبیه خاک و گفت این اصلا عالیه بعد دم کردم و زهر مارتن این چیزی بود که تاثیر داشت نخوردم دیگه یه قلو بیشتر نخوردم <applause> من بین اون 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 اه... نه فهم به نظر من کل پاچه از همه چی دارک تره بابا با. با با. اغرب مغرب بابا با اغرب خورده. به خدا اونقدر دارک نیست به خاطر اینکه با نمک خوردی خودش خب نه خب اینا پروسس شده بود آره اگه عقرب زنده میخوردم فراید کله کل پاچه رو بخور فراید آجی کله پاچه دیگه چششو داری میخوری خیلی عجیبه مثلا رونش با چشش فرق ده. خیلی فرق, فرق بعد گفتی رون رونش نه واقعا فرق داره نه دیگه نه عادت کرد همش عادت آره همش عادته احساس می کنم مثلا چش 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 شو, شو مثلا بعد... مثلا همین فکر رو راجعش سگم بکنیم بعد آخه مثلا بعد اینا این چیزایی که ما می خوریم خوراکی بعد نیست حالا اغرب یه چیز انقدی خوش شده با نمک یارو جورو... عادت می خورن بیزه گوسفند می خورن اون که خیلی خوشمزه است من, من نخوردم ولی اون به نظر از خیلی خوب یادش کریکت نیست <applause> <applause> این کلش که دارک نه نیست اگه بخوای فکر کنی ببین کلا همه اینا نسبیه دیگه تو به چی عادت داری به چی نداری <applause> اولی احساس میکنم کله پاچه خیلی سهلی کله کل پاچه خوشمزه است حالا تهران بودیم من یه کله پاچه خوردم خیلی اما یه مغازه رندوم اصلا کجا یعنی وقتی کله رو میزنی به این فکر مونی که عجیبه آره بس بس مثلا آره دیگه کلا کل پرسهشون رو هم دیدی مثلا دیدی دیگه نه, نه تو فیلم های مثلا ایرانی نشون میدن یه کله گذاشته اون وسط شب قبل دیگه. میرن دندونا طرف مسواک میزنن شب قبلی که میپزنش اون دیگه بدتر ببین سرش رو بریدی دندونش رو <تصح> مسواک نزن احساس کنم یه فتیش بدیه خدا این از یه جایی میاد دیگه سر داره کی دندونش رو استاک میزنه سبزی ها رو در بیاری سربوری داره نکنی در هم داستان هست نه الان خبره بعدی اومده آه این ما آقه نمیدونست من نمیدونم چی شده همین خبری که توی خوزستان بوده چیشو نمیدونم سربوری دند دوباره همون که هفته پیش تو همونی تو پودکست نگفتم خودمون صحبت سر سربوری دند و اومدن سر رو چرخوندن توی شهر با افتخار با. جدی میگی؟ آه. قتل چیز خب پلیس هم وایس نگاه کرده؟ نه دیگه اومدن دستگیرش کردن. این بده. این واقعا بده. بچه بودین چیزی از خانواده‌تون پنهان کردین؟ آره. آره. <تصفح> <تصفح> مخشی... <ای>. چی بهن <تصفح> خرابکاری؟ چی مثلا؟ مثلا شیک شیکوندن مبل، شیکوندن یه سری وسایل با ارزش. خانواده چیزی از شما پنهان میکردن؟ اونو نمیدونی نه مثلا مثلا یه اتفاقی که تو خانواده ما میافتاد ما اینه که میخواستم برم بیرون موقعی که من درس و مثلا امتحانه داشتم کیبورد منو میرفتن یه جا قایم میکردن خب <applause> کیبورد منو میکنه میفته یه جا قایم میکرد بعد من میدونستم که کجا قایم میکنن بعد این یه دونه چیز بود یه دونه چی میگن یه جنگی بود که خیلی سایلنت بود ولی اتفاق میافتاد مثلا مامان من سیمشو یه جوری میذاشت بعد حواسش بود سیمش چجوریه بعد من میدونستم که مامانم سیمه رو اینطوری گذاشته با مثلا میرفتم اینو اونطوری ستش میکردم و اینا تو بازی رو میکردی و دوره میرفتم آره دوره میذاشتم سر جاش آره میوشن. و خب از کجا میفهمیدن بخاطر اینکه خب موقعی که میرفتم بیرون مثلا هر ده دقیقه بهشون زنگ میزنم خب کجایید <applause> <تصفح> 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 اگر... یه یروبی نیاز داشتم که اصلا سیم کیبورد رو چیزش کنم دوباره همونطوری که بود آره بالا اول برش, برش کردم شما چیزی بوده که خانواده از اون بر یه همچین اتفاقی بود با قبلا هم گفتم تو که هست کتاب منشور دانش آخ وای جواب تباعت... سوالای تو کتاب شده شیرین بود کتاب فاق. مدرسه رو داشت و مامانم قایم کرد و من میدونستم و استفاده میکردم میذاشتم همون جایی که قبلا بود عین اولش یادش تو شما تو چیزی داری بگی یا نه چیز جالب یادم نمیاد جالب یاد نمیاد معلم معلمی داشتین که مهمترین چیز زندگیتون رو بتون یاد بده هنوز استفاده میکنید نه مثلا کاری و اینا نه احتمالا منطقی در زندگی آره داشتی؟ بله من میتونی بگی چیه؟ بله آقای ایزدی بودم معلم جغرافی تاریخ اجتماعی تو راه همه اینا رو درس میداد بند خدا آره آره <applause> و خیلی <تصفيق> <تصفيق> فکر کنم تاپ ترین معلمی بوده که حالا بعد دقل. درست میگن؟ بله بله. من فرضا داشتیم به فواصل مختلف ایشون راجع به تقلب یه بار یه درسی به ما داد البته خب من خب رعایت نکردم <applause> <applause> تا به روز نه نه, <applause> نه 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 گوش بده یعنی سوال شما شنیدی <applause> خب بذار بگم حرف حرف قشنگی بود تا جایی که تونستم رعایت کنم ولی بعضی وقت خب تقلب کردی ایشون ما رو تنها گذاشت وقتی که می‌خواست امتحان بگیره گفتش که خیلی من ناراحت شدم از کاری که حالا بعدها میکردیم گفت بچه ها من به شما اعتماد کامل دارم و شما اگه خواستید میتونید تقلب بکنید نخواستید تقلب نکنید ولی بدونید که من یه اعتمادی این وسط گذاشتم اون دیگه بین خودتونه و دل خودتون و مغز خودتون یارو گیل تریپتون کرد و رفت گذاشت آه. تو رو دروسی رفت بیرون <applause> نه ولی میگه وقتی سوپرویژن نیست و من بهتون اعتماد کردم شما شب... همه شروع کن نه اون روز هیچی تقلب نکرد دیگه ولی از فرداش بذار اینو اینو گفتم من یادم اومد دبیرستان ما بودیم یه نازمی بود فارمشون بای بود آقای با. بای, بهش گفت مثل حسینی بای آره بعد ایشون پدر خودشون آوردن توی مدرسه بعد پدرش رو قدیم معلم بودن یعنی درس چرندی فوق برنامه ای داشتیم دو هفته م. یه بار دریوری این آقا اومدن دبیرستانه آره اصلا افتضاح بعد ایشون یه دفتری داشتن میمون از اون دفتر برای ما میخوندن و ما مینوشتیم گفتی چیزی که بهتون یاد دادن اینجا اومدن به ما گفتن به پدر و مادر خود اوف نگویید این حالا گفتین مذهبیه بعد بله. بعد دیگه نعم. چه دلغک بازی بچه ها در آوردن که مثلا پدر و مادر در اوف نه بعد وقت ما رو بعد به ایشون بچه ها میگفتن بابای آقای بای بابای آقای... خودشون عویت مشخص نداشتن بابای آقای بای خوال آخه چی بهتون یاد دادن؟ هیچی به یاد ندارم مادر خود اوف نکنید دیگه تو این مح... چی فرضا تو... تا قبلش می رفتن خونه گفتن مح... اوف من یادم نمیاد چیزی الان زیاده میام معلم و اینا من بیشتر این چیزی که حالا تو زندگی نبود ولی خب تو دوران دانشگاه خیلی من کمک کرد دوران دانشگاه ما خیلی نوشتن خیلی مهم بود یعنی مثلا به ما یه موضوعی رو میدادن حالا نه زیاد اونقدری که اینطوری که به ما گفت اون نوع نوشتن اینجا کار نمیکنه <تصفح> بعد مثلا یه موضوع رو به اون میدادم بعد نظر خودمون رو میگفتیم بعد مثلا بعد در واقع دلیل و منطقمون هم میگفتیم برای نظری که داریم بعد خب اسی نوشتن و اینا خیلی سخت بود تو دور دانشگاه مخصوصا اگر که حالا زبون اصلیت انگلیسی نباشه و اون ساختار اون ساختار اسی نوشتن خارجی و بلد نباشی خب اصلا ما جور دیگه فکر کردیم دیگه این انشا اینطوری بود که تابستان چگونه گذروندید یه سری خاطره ما مینوشتیم و یا علی. بعد اینطور بود که من خیلی مثلا ضعف داشتم توی نوشتن اسه و معمولا نمیتونستم نمره خوبی بگیرم یه معلمی هم داشتیم یه خانومی بود یه روز این خانم مریض شد بعد یه دونه اینجا معلمی که میاد بهش میگن سابستیتو تیچر یه معلم اینطور نیست که کلاس کنسل بشه معمولا یه معلم جایگزین مثلا از منطقه میفرستن و یه پسر جوانی بود برای به خانم خانم بهش گفتش که ببینید من یه پیشنهاد من یه نصیحت بهتون میکنم گفتش که نوشتن اسی is the art of bullshit گفت هرچی بهتر بتونی شروور بگی اینجا بیشتر نمره میگیری شما سه تا مسئله رو در بیار تا میتونی در موردش ببافت تو ذهنت و بعد بیارش تو کاغذ و ببین از اون روز واقعا اصلا نمره انگلیسی من 20 نمره اومد بالاتر واقعا این مثلا 20 نمره من کمک کرد و بهترین سابجکت های من توی دوران دانشگاه همش سابجکت های نوشتاریم بود چون که میتونستم تو ذهنم ببافمش و مثلا به نتیجه برسونمش اون موقع میترسیدیم از اینکه مثلا بنویسیم میگفتش که ترسید بنویسید بنویسید برای اینقدر مثلا تکرار و اینا اتفاق افتاد که خب با منطقه رو بیشتر تونستیم ازش استفاده بکنیم ولی از این نوشتنه نمیترسیدیم این دوران داشته معلم سابستیتوت بودن نه خیلی جوون بود معمولا سابستیتوتی بعدا میای چیز میشی دیگه ولی خب واقعا این کمک کرد دوران دانشگاه رو من با نمره خیلی خوب مثلا پاس کردم به خاطر اینکه به خاطر ده حرفی ده که ایشون زد اف بیاونیم اپیزودمون رو جالب داری چیزی آره چند گرم شده گرم تازه یک ساعت و خورده ای هست از <applause> خیلی بعضیش دارکه آخه سوال های سوی مثلا دیگه و... which deceased relative do you miss the most نه نه یه کدوم یکی از فاملاتی که فوت کردن از سر بیشتر دل, دل تنگ شده بارد براش بارد بارد. این سوال قشنگه اگر, <تصفح> اگر... <تصفح> اینویزیبل بودی اولین کاری که میکردی چی بود یه بار صحبتش شده بود یه بار صحبت که من گفتم میرم همون زنونه و تو گفتی که چرا فلان و اینا من گفتم چی؟ گفت یه دلیل آوردی که مثلا این خیلی سکسیستیه چرا میری اونجا خب یه هم چیزی بود کنسل میشیم اگه ولی اینو ویزه بودین چیکام کردین خیلی کارا یه لحظه یاد جی تی ای افتادم که رمز می‌زدیم اولین کاری که انجام می‌دادی من من میگم بگو رفتم اون نمیدونم چه سیستم اولین کاره واقعا اولین کاره نمیشه گفت معمولا سکشواله قبول کن از من نه واسه من نبود الان سکشوال نبود آقا اول اجازه بده پذیرا نباشم باش نفرسی خب بسیر. بگو نه بگو ولی باش. پذیرا نیستم نه. نه. که اولیه آه، اوکی اه... میدونم مسخره میکنم آه. یه سیستمی یه جایی هست که همه بدهی های دنیا هست خب اونو ریست میکنم هیچ بدهی نداشته باشه چقدر منطقی واقعا همچه سیستمی هست نیست مثلا چرا دیگه احتمالا تو آمریکا یه, یه سیستمی یه, سیستم یه، چیزی هست که اینگه هک بشه ریست بشه اینا بله من دوست داشتم اتفاق بیفته که بری همه بدهی بده های آه... همه رو به همه رو صفر کنی صفر کنم فکر میکنی که این سیستمی که بدهی همه به همه هست تو است. چی؟ <laughs> <سلام> <سلام> نه <ای> آمریکا شمالی درست لا فکر نه فکر نکنم سیستم وجود داشته باشه و با حالا خب الان هم چون عصر اینترنت و اینا میدونی همه چون چون آنلاین آره. جایی بری اینا روی دیتابیسی که شما آنلاین بهش دسترسی نه نه چون میگه این دیتابیسی دیگه مثلا میره تو در رد میشه و اینا میره تو سرور رو تو کامپیوتر نه سرور رو از کنترل شیفت میکنه به اون کلاود هم یه جایی هست دیگه اون هزار تا بکاپ داری بعد دونه دونه رو بری پیدا کنی من میکنم این کارو مال اینو ریس نمیکنه همه میمونن همه بدون بده یه نفر تمام بده یاد هست دو تا هم اضافه میکنیم به خاطر این رفتار زشته شما بگید تو چی؟ تو چی داری؟ مطمئنا سکشواله اگر بگی نیست نمیپذیر چرا این آره خب اون که خب قطعا سکشواله با حالی که میشه کرد دوست دارم هم تو تو این دم و دستگاه مثلا این حکومت ها یاد بری بشینی مثلا صداشون رو ضبط اوتو... آره اونو دوست یه دور آمریکا رو بری ایران کره شمالی رو بری آره خیلی دوست دارم من دوست دارم برم اون جایی که ببینم ایلینی ای چیزی هستی ای که بعد یه جور صحبت کنن دیگه یه 51 رو برم زیر رو, رو کنم ببینم چه خبره انتقام می‌خوای بگم کلا ببینم دیگه آقا این یکی ای جواب این نشه نمی نمیده دیگه خسته شو انقدر پرسیدین دیگه بس دیگه ایلیان هستی نیست باز ترامپ یه دو سه چیز رو لیک کرد دمش هم خدا وکیلی ان این دیسش کردیم حداقل دو تا کار به نفع ما کرد ولی پس تو تو چیزی نداری بگی جایی نمیری ها تو گفتی تو... اولیشو که خب نمیشه گفت، قطعا یه کار منم دوست دارم برم تو دم دستگاهای ببینی چه، 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 نه خب اینم کلی دارید میگه سکش حالا بعد بعد زب میتونیم بگین چه کاری تو ذهنت آقا الان تو ذهنم نیست همون خیلی چیزای مختلف میشه انجام داد که یعنی بدون هم بدون نامری بودن نمیشه انجام داد حتی که خودت چی فکر می‌کنی؟ <تصفح> میگه اگه میتونی یه دونه شده. ماه اضافه به سال اضافه کنی کجا میذاشتیش میذاشی مثلا تو زمستون تو تابستون میذاشی بهار بهار پایز پادشاه فصل نمیتونیم این سوالا رو درست جواب بدیم چرا من زرد است به قرآن اینه ولی اونم میخوره بهش پادشاه شاه فصل ها بهار آقا من میذاشم تو بهار آره من مثلا بهار بهار تو چی تابستون این سیبیل است که میره لباسش در میاره تو بیچ بهت قول میدم عکساشون هم لیک کرده اونا رو گذاشتن آره آره بابا نه دیدی اپیزودو من وقتی بهتون میگم ببینید نظر بدید ببینید یک ساعت و 45 دقیقه است بله ببینید وقت گذاشتن عکس خیلی شیک اومده بود خدا کیدی عکس لخت شما ها عکس دود آره اون که عکس اون کفش دیدم دیر دیدم دیدم نوشته is being sensitive a weakness or strength یه دو تا قسمت دیگه اینو آره یه نوشته اگه بخوام به آدم پیشنهاد کنی که یه جا رو بخوام قبل مرگشون برم ببینن حتما کجاست تو کوباست فکر کنم ها یه جا رو برم قبل مرگشون ببینن من سوئیس رو میگم آخ سوئیس سوئیس چرا سوئیس وقتی رفتم دیدم که جای قبل مرگ ندیدم مثلا همچین جایی به خصوص طبیعتش حالا کانادا خیلی طبیعتی نداریم ولی اون خیلی فرق میکنه بگو این یه میخواد نه سوال بعدیش یاد فراد افتادم برای برا من نمیتونم من احساس میکنم خیلی چیز دیگه دار که ولی من میگم برن ایران رو ببینن چون خیلی به نظرم خیلی جای خوشگلیه شب مينه... کو... یعنی ایران کل ایران رو باید بری ببینی من خیلی به نظر من جاهایی داره آجا. که میره از کجا میگم از و یه جای دیگه هم... تایلندم خیلی توی اینستاگرام دیدی مثلا نشون میده یه سری جزیره تو آب آبی آبی آب آب داره میره مثلا اومده بیرون نمیدونم کجاست دقیقا ولی تو اینستاگرام خیلی دوست دارم اونجا رو خودم حداقل قبل از نه نوشته تایلند کجای تایلنده تو چرا این آخه کاند سندی میپرد آیا از هایی تایلنده اینجا یه جیری هم نیگره دارن دیس میکنن بالیه بگو میکنم اونجا سوال آخری که میخواهم سمنه میشه What was your worst vacation experience؟ فقط گفتی تو اپیزود قبلی یا بین دو نیمه گفتی برامون بین دو نه بذار اون نگم چون ما آخر اون سفر یه قولی دادیم که زیاد جایی نگیم دیگه برو بابا خواهش میکنم اشکال نداره اسم اسم نگو فقط بگو که چیکار باهاتون کردن گوش بدید گوش شرمندگان عزیز ایزان دارم گوش بدید ما فرضیه فرض کنید یه همچین اتفاقی افتاد <applause> فرض, افت. فرض ده ده. کنید که فکر کنم چون اتفاقی نه چند سال پیش بود ما با یه سری از بچه‌ها صحبت کردیم که بریم به یه مثلا روستای از این شهر من خب نرف اون روستا رو رفته بودم ولی هتل اصولا گرفته بودیم رفته بودیم خونه محلی نگرفته بودیم یا مثلا اون که اولمپیک توش برگزار شده آه بگو بگو, بگو. بگو. نای آه نمیخوای بگی ویسلر نیستی میخواستیم بریم دوستم گفتش که خیال راحت من اینجا همیشه میرم و از همین مسیر این وبسایت من خونه ها رو همیشه اینطوری گرفتم گفتم باش ببین من مثلا مسئولیتش نمیخوام قبول کنم اگه تو میگیری بگیر آره هی اعتماد اعتماد, آره اعتماد به نفس ما داده گفت نگران نباش من میگیرم و اینا ما رفتیم روز قبل سفر خرید کردیم کلی خرید از این ور از اون ور آماده صندوق عقبه رو پر کردیم و رفتیم به سمت ویسلر با یه ماشین رفتیم یا دوتا ماشین؟ دوتا ماشین دوتا بنزین هم <applause> دادن آرام باش آرام باش بعد رسیدیم به اولین آره نمیگم رسیدیم به خونه ای که قرار بود بریم قبلش هم داشتیم تو راه با خونه صحبت میکردیم مسیج میدادیم و اینا هم گفت آره مثلا الان اگه برسی طوری نیست ولی دارن تو رو تمیز میکنن یه ده دقیقه دیگه برسی اوکی گفتیم با دمش که مثلا اینم به ما گفت و ما یه ده دقیقه طول دادیم توی اون ده دهکده و بعد رفتیم به سمت خونه تا رسیدیم به اون آدرس دیدیم اصلا عکسایی که توی اون تبلیغ بوده با اون فضایی که بود فرق داشت مثلا عکس خونه یه خونه یه ویلایی بود اونجا یه از این خونه های چسبیده چسبیده به همه مثلا سازمانی تور بود بعد خب بو میمد دیگه بوی فراد فراد میمد بعد برگشتیم هم دیگه یعنی یکم داستان چی اینا شروع کردن زنگ زدن دیگه زنگ ما جواب نمیداد ما رو بلاک کرده بود ما بیانیه مثلا یه بیانیه دو... کوچیک پیش داده بودیم این رفت بگو عدد این رفت بگو نه 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 بز بز تا کنیم که میتونی داشت این عدد مال اون موقع است آره دیدی که ادباره... اون موقع اگه بیت کوین اون روزو خریده بودیم بب... وای <تصفح> وا... بیت سی <تصفح> <تصفح> آه... داره... این این تموم شد ما قبول کردیم که اوکی سرمون کلا رفت یه افراد سرشون کلا سرمون کلا رفته گفتیم خب حالا بیایم که یاد گرفتیم اینا میگم من من این اتفاق که افتاد خیلی اصلا نابود شدم همه آره اصلاً اصلاً پای اصلا تو پای اصلاً برای 5 دلار هم 5 دلاره, برای, برا همه دلاره. برای, برای همه پنج نه دلاره. یعنی بعضیا شکست مالی خیلی بهتر از قبول میکنن تو شکست این شکست مالی هیچ قبول نمیکنه من واسه شما گفتم شما ناراحت شدید خب اوکی اوکی چیزه اوکی نه خوب خوب ناراحت ما ناراحتیم با تو معاشرت میکنیم آره. خب اگه یاد گرفتیم و اینا بذارید حالا دیگه میدونم فهمیدم شمارش و اینا این استایلی از این شماره نباید بگیریم بریم یه خونه مثلا خونه دیگه این دیگه 100 درصد خودش شروع کرد دوباره با یکی دیگه حرف زدن و اینا گفت نه ما حالا دیگه چیزم نمی کنیم اه آها گفتم آها اینو یاد گرفتیم <applause> <تصفيق> <تصفيق> ما خونه اولیه رو پول کامل شده ده بودیم خب واسه این پول واسه یک شب گفت وای حالا وای 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 یاد گرفتیم خصوص خونه دومیه دو میگی ما مثلا نصفشو میدیم اونم گفت اونم سر قبول کرد گفت پول نصفشو بدیم پول نصفو دادیم زمانی که پول رفت به حساب طرف دیگه نه تکس نه اس نه زنگ هیچیه ما جواب نمیداد خونه ای وجود نداره این راند دوه رانده دو این در یک شب دلیل اینکه میخواستم نگم این بود که دو سه مطمئن نیستم که آیا سه بار اتفاق افتاد یا دو بار خب تو سه تا عدد گفتی به ما آره میدونم ولی شاید اون عدد سومی از چیز دیگه بود ممکنه فکر کنید این الان اینجا تموم شده ولی, بعد دو, ولی... بعد دو بار درس گرفتن خب همین دیگه نمیدونم بعد دو بار درس گرفتی میاد دیگه میگم همین دیگه شاید دو بار بوده ولی تو ذهن من اینه که این <تصفح> ما این سه اتفاق افتاد و ما چه خاطره رو آره تو تو نصف یک روز تو نصف یک روز سه بار بعد وسط این کار ما زن زن به پلیس من زنگ زنگ به پلیس گفتم پلیس هم کن پلیس هم یه پولی از این گفتش که پلیس هم انقدر عصبانی بود و اینا گفت با چه گفت انقدر این اتفاق داره تو ویسلر میفته من نمیدونم بعد چی کار بکنیم و داش به مثلا سرگروهانش بود کی بود میگفت بیان یه کاری بکنیم یه اعلامیه جو بزنیم اینا بعد خلاصه هیچ کاری نتونستیم بکنیم دیگه بعد ما برداشته بود این از حساب مستقیم بانکش زده بود به حساب اون نه از کردیت کارتی بود که ما بتونیم بعدا شکایت کنیم آها دیگه یعنی پول و گوشت لخم انداخته بودیم جلو گربه بخوره خورد خورد و برد بعدم دیگه هم. برگشتیم بود پس این دارک ترین ویکیشنی بوده که تا دارفتی آره مسخره اصلا برای برگشت این ونکوور یعنی شبم دیگه یعنی توی نبود که با بن بود تا چهارمی تست کنن نه من. دیگه هتل دیگه بعدش دیگه هتل دیگه وقتی این همه سوخت دادی ایمان جان دیگه هتل یه برمیگردی خونه برمیگردی خونه تو چی تا حالا وکیشن بعد داشتی بعد بعد تو فکر کن بش من یادم اومد بگو بگو تو میخوای بگو تا کارو فکر میکنه یعنی کسی دو هفته پیش رو نمیخواد اشاره کنه تو خیلی خوش گذشت بالا تموم شد تاریکی و اینا رو من مشکلی نداشتم من خ... من واقعا خیلی پریم چیز بود اون خیلی. موقع پرایم بود برا من چه رو... سوالا معلوم من... بودم قفاوی دیشو خیلی راحت راحت تونستم خواب بیدار شد سه بگو بچه یه چیز جالب ایمان بیدار ایمان نشست گفت زخم بستر گرفتم از افقی بهم من شو. اون مدته اصلا فکر کنم واقعا یه هفته بود نخوابیده بودم نه شاید یه ماه بود نخوابیده بودم واقعا نه یه سال نه نه یه ماه بود مثلا شبی مثلا یکی دو ساعت میخوابیدم یه نه. ماه بود شبی جب. یکی دو ساعت راحت او میمیری آره دیگه همه بگو همه, همه کوچی که بودیم ایران با خانواده سمت پدری رفتیم یه سفری رفتیم محلات <سؤال> باغ گل ها آره بعد زیاد بودیم یعنی اون خب خانواده من خیلی هم کلن یعنی هر هر یکی از اموها مثلا یه شاخه هم برای خودشون زیاد بلکه دو شاخه <سؤال> 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 واقعا زیادن و اینا بعد به همین شکل بود و اینا من میگم کوچیک بودیم اون جایی هم که گرفته بودیم بزرگ نبود استایل قرار بود که شبش خیاری همه کنار هم بخوابن مثلا مردا رفتن توی اتاق داشت دو تا فضا داشت فقط خانوم با... یه فضا داشت. همه کنار هم. و من من کوچیک خیلی برام این حزمش سخت بود که با این همه آدم حس خفگی بهم دست میداد یعنی اون شب دقیقا یعنی یادمه که خیلی بد بود که مثلا چه جوری میتونیم با این همه آدم یه جا بخوابیم توی فضا کوچیک من سوال با. این قبل از داستان خیار جوری بعدش <applause> آوه آوه. ولی و آره اون سفر خیلی عجیب بود دیگه فرهادم بود اونجا خیلی من تنیک کرده <تصفح> بودم <تصفح> که چه جوری باید هندل بهت گذشت چرا وقت اونجا بودی اصلا دو شب بودیم فکر کنم دو شب خوابیدین و دو شب وضعیت بودی آره. شب دوم برات عادی نشو چون میگه میگم دردش اولشه نه نه <applause> تو چی چیزی تو من؟ نه همه سفرها عالی بوده برای کار نه ولی <applause> اونجوری چیز عجیب غریب هم یادم نمیاد من اصرارم به ما یه مدت بچه که بودیم خب بیز اصرار میکنی که واقعا نیاز نیست ما یه مدت اصرار خیلی عجیبی داشتیم که بریم مثلا تو چادر بخوابیم من و خواهرم با ما به زور کنم قبلا گفتم خاطرشو به زور با اون اصرار کردیم که چادر بخره نه با هم گفت باش ولی اگه چادر بخرم هتل دیگه نمیریم ما یعنی من دو پول نمیدم و نه دیگه بگیر و بریم و اینا آقا ما رسیدیم فکر کنم رسیدیم به ساری بعد به ساری و اینا بعد یه جور دیگه همه چادر زده بودن و موقعی که ما خب داشتیم میخوابیدیم شب بود رفت آمد توی اتوبان کم بود و اینا ما خوابیدیم آره بماند که گرمای عجیب بود تو طولش مثلا بچه ها صدا میدادن آدم ها نمیخوابیدن همچنین مثلا صدا بود تا خود صبح چهار و پنج صبح بود دیدیم که مثلا یوی <تصفح> <متصفح> شروع کرد بودن کامیون ها حتی جاده رد <متصفح> شده بودن <متصفح> بعد یارو میدیده و کرنش بوغ میزد یه بوغ میزد و همینطوری مثلا یه شاید 15 ثانیه بوغ میزد رد میشد میداشی ای این <applause> فهمید. ای چارو چارو فهمید. ما ورشیم رفتیم یعنی ما چهار و پنج سو بلند شدیم رفتیم بردیم چیز چادر رو لب ساحل مثلا یه صدای آبی هم میواد و اینا اونجا همون خلوت بود اونجا نهنگاش آقا مثلا هشت هشت نیم صبح بود دیدیم که یه صدای میاد صدای زنگوله داره میاد بعد دیدیم که یه یارو است با قاطر داره بچار از این بر اون تو دقیقا در این راستای چیز ما چادر ما داره میبره بر تو رو برگه این بدترین خاطره سفرم من اونجا فهمیدم که من آدم چادر نیستم من آدم هتلم صبح برنشم بتونم و با بلنشم میتونم برم دوش بگیرم و پرتقال رو بخورم آره چیزی نهاری تو؟ نه آقا من میگم ببندیم اپیزودو طولانی شد دم همه گم مرسی که با بودید نظرتون شما برای ما بنویسید که میخوایم اینطوری ادامه بدیم یا نه ما توی تمام فضای مجازی اسم خود توی تلگرام توی فیسبوک همه رو جا هم نخون دیگه, دیگه. انا خوشت گوش اینجا که ما یادم بره ولی اوکی ما میریم و هفته دیگه با دو تا اپیزود دیگه برمیگریم فرق